من نینا زرینه هستم. ارشیا هستم با الف. ساکن سوئیس هستم. ایران زندگی میکنم، تهران. رازی رضوی هستم. سارا اخوان هستم. سوها دولت‌آبادی هستم. گیتا سازان هستم. از مونترال کانادا اومدم. من انگلیس به دنیا اومدم. مقیم لس آنجلس امریکا هستم. در نیویورک زندگی میکنم. فرناز پرهامی هستم. سمیرا زالی اصل هستم. عاطفه روحانی هستم. از شمال کالیفرنیا اومدم. از نیویورک. ساکن سوئیسم. من اسمم ندا نیکاینه. اسم من شیما مفیده. اسم من اسرا یعقوبی هست. اسم من لیلاست. سیما فروغی. بین نیس و کن زندگی میکنم. امریکا زندگی میکنم. در لس آنجلس. در لس آنجلس زندگی میکنم. در نیوکاسل انگلیس زندگی میکنم. من شبنم هستم. اینا هستم. پریسا هستم. مهسا هستم. سوسن هستم. غزل هستم. زهرا هستم. من زکیم. از پرتغال اومدم، شهر لیسبون. آلمان زندگی میکنم. از نیویورک اومدم. از سیاتل امریکا اومدم. در آلمان زندگی میکنم. فرانسه زندگی میکنم. الان ساکن انگلستانم. نیمای مشوف هستم. من سورئال رسول هستم. مهفشا رسول هستم. من لادن پرهیزکارم. از مونترال کانادا آمدم. آمریکا زندگی میکنم. در لندن زندگی میکنم. گرانوب هستم. من نفیسه میر نظامی هستم. حدود 9 ساله که از ایران مهاجرت کردم به آمریکا. من از بچگی عاشق آواز خوندن بودم. من از 15 سالگی پیانو می‌زدم. اصلاً به موسیقی با آشنا نبودم، ولی علاقه من به شنیدن موسیقی خیلی زیاد بود. یعنی موسیقی بخشی از زندگیم بود. از دوران کودکی پیانو کار می‌کردم و تو گروه کور فعالیت داشتم. هیچ آشنایی با موسیقی نداشتم. خیلی سال‌ها پیش موسیقی کلاسیک، آواز غربی یاد گرفتم. همیشه به موسیقی علاقه داشتم، ولی هیچ وقت موقعیتی پیدا نشده بود که این علاقه رو به اجرا بگذارم. من از کودکی کار موسیقی میکردم، پیانو کار میکردم، معلم پیانو کلاسیک داشتم. آشنایی زیادی با گروه کور و خوانندگی به هیچ وجه نداشتم. با موسیقی تقریبا آشنا بودم تمام زندگیم، از بچگی پیانو میزدم، ولی آواز رو تو آمریکا شروع کردم. من هیچ چیز از موسیقی نمیدونستم، حتی نوتارم نمیدونستم. وقتی بچه بودم ستار میزدم. یه سال جوونیم ویولون زده بودم، یه سال مثلا گیتارم زده بودم، ولی اگر نه واقعا آشنایی خاصی نداشتم. صدام صفر تقریبا. من قبلا آواز ایرانی کار میکردم، بنابراین گوشم فکر میکنم قوی بود، اما من هیچی از نوت‌خوانی نمیدونستم. از 14 سالگیم گیتار میزنم و کنارش آوازم میخونم خودم. توی ایران سالهای قبل ستار میزدم، یه مقدار بک‌گراند موزیک داشتم، ولی خوندن هیچ وقت امتحان نکرده بودم. تقریبا از 4 سالگی دارم موزیک کار میکنم. هیچ وقت هیچ اکسپوژری به موسیقی نداشتم، اصلا نه نوت بلد بودم و نه موسیقی بلد بودم، اصلا رشته تحصیلی متفاوت بوده. 12 سال پیانو کار کردم و علاقه به موسیقی همیشه توم بوده. با این کلاس شروع کردم، هیچ سابقه ای نداشتم. قبلا موسیقی اصلا نمیدونستم. چند سال پیش یکی از کنسرت های گروه کور بهار رو دیدم و با آقای فولادوند هم مسیج دادم اون زمان، که گفتم امیدوار هستم که یک زمانی همچین گروهی در نیویورک شکل بگیره و من بتونم توش بخونم. یک سفرم به پاریس به کنسرت آقای فولادوند اومدم، یک آرزو در دل من شکل گرفت که برای من آرزوی محال بود. آرزوی این که بتونم آقای فولادوند درس بخونم، درس موسیقی بخونم و به گروه کورشون بپیوندم. گروه کور بهاره که دیدم توی برنامه هاشونو که دیدم تلویزیون و یوتیوب و اینا، همیشه آرزو داشتم که یه گروه کور ایرانی هم باشه که من بتونم باش بخونم. حتی با آقای فولادوند از رو فیسبوک تماس گرفتم، گفتم امکان نداره هیچ وقت بیاین سان فرانسیسکو. جوابی که دادن که من چجوری این ارکستر رو با خودم بیارم سان فرانسیسکو. چون که امکان اومدن به پاریس نبود، موقعی که کلاس‌های آنلاین شروع شدن، من از طریق اون به گروه بهار جوین شدم. تبلیغ آزمون تعیین سطح گروه کور بهار رو دیدم که برای یعنی شرایطش برای کسایی که توی ایران بودن هم مهیا شده بود و شرکت کردم توی آزمون تعیین سطح و
قبول شدم و من خودم یه مقداری سعی کردم آماده کنم برای امتحان. خوشبختانه امتحان خیلی بدم ندادم، تونستم وارد کور بهار بشم و به موازات کلاس مبانی رو هم شرکت کنم که با سیستم آموزشی آشنا بشم. تونستم که امتحان تعیین سطح بدم و با بچه های گروه کور بهار آنلاین کار کنم. مادرم به من گفتن که کلاس های گروه کور بهار رو ثبت نام کردن، مبانی موسیقیشو در واقع، و سبب شد که من هم بتونم ثبت نام کنم. مادر عزیزم که همین کنارم نشسته به من گفت یک کور ایرانی هست که به فارسی میخونن، خیلی جالبه، خیلی زیباست. به من ویدیوشو نشون داد، گفت در پاریس رفت شنید موزیکشو، به من گفت که یه فرصتی هست که ما میتونیم با هم شرکت کنیم در یک کلاس. فرض کن مامانم که 3000 مایل از من دوره، ولی میتونستیم با هم در این تجربه رو با هم داشته باشیم. میخواستم دریا رو تشویق بکنم که بیاد وارد گروه کور بشه، بعد هی از من بگو اون بگه، علاقه هم داره ها، علاقه هم داشت. من هی سعی کردم اونو تشویق کنم که بیا تو گروه کور، هی امروز به فردا انداخت و مسئله مصاحبه برای معرفی کلاس شد و این داستانا. من هی دیدم دخترم هی دم به تله نمیده، گفتم اشکال نداره، من خودم اسمی نویسم، من نه صدا دارم نه گوش دارم درست حسابی، ولی اشکال نداره من اسمم می نویسم، میام تو این گروه شرکت میکنم، شروع میکنم به خوندن. این میشنوه تو خونه دیگه، من های 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 میکنم غلط و غلوط، بالاخره خودش علاقه من میشه. اینه که من اینجوری وارد گروه کور بهار شدم. حدود یک سال و نیم پیش با آقای فولادوند من شروع کردم به کلاس آنلاینشون. یک سال و نیم گذشته رو به صورت آنلاین با گروه آرش کار کردم. من سولفژ رو، آواز خوندن رو، موسیقی رو با آرش شروع کردم. سیستم آموزشی آقای فولادوند در نوع خودش بی‌نظیره و من ندیدم جایی که به این سرعت جواب بده. در واقع شیوه آموزشی آرش میتونم بگم که خیلی سبک مدرن و کارآمده و افیشنته. خیلی ها از صفر شروع کردن. بچه هایی تو گروه هستن که واقعا موسیقی کار نکردن، نوت رو نمیدونستن و از پایه باهاشون کار شده و بسیار با صبر هر چقدر بچه ها سوال رو میکنن بدون اینکه تغییر مود بدن، انگار که بار اول هست توضیح رو میدن. کسی رو که هیچ موسیقی بلد نباشه و نتونه نوت ها رو نگه داره رو واقعا بهمون درس داد. خیلی خیلی کوشش میکنه ایشون برای پیشرفت ما و بتونیم که ما این درس رو بیاموزیم و بخونیم. برای من واقعا خارق العاده است که حتی کسایی که پیشینه موسیقی ندارن میتونن از توی مدت خیلی کوتاه شروع کنن. من یه اصطلاحی خودم به کار میبرم، بعضیا بلدن وقت درس دادن دیکود کنن و به نظر من آرش جان مبانی موسیقی رو دیکود کردن، شکسته کردن. موسیقی رو کامل باز میکنه، اون ریاضیش رو برات میکشه بیرون، از اون طرف بخش موسیقی خودش با اون انقدر قویه که میتونه ما رو راهنمایی بکنه که در اصل بعد صداهامون رو چی کار بکنیم. در نتیجه همه اینا یه پکیج داده به این آدم که به نظر من واسه این کار فوق العاده است. آرش دقیقا واقعا به من یاد داد که چجوری آدم میتونه روی صداش کار کنه، چجوری آهنگای موسیقی ایرانی رو بخونه و واقعا برای من خیلی جالب بود. شیوه آموزش آرش خیلی عالیه. من میتونم بگم یکی از بهترین تجربه های موسیقی من. میتونم بگم که یکی از بهترین معلمایین که من تا حالا داشتم در همه زمینه هایی که درس خوندم. اولش سولفژش رو کار میکردیم، نوتخونیش رو کار میکردیم، بعد متن رو میذاشتیم روش. از اول با ما قشنگ نوتا رو کار کردن. آرش تیکه ها رو خورد میکرد به لقمه های کوچیکی که بتونیم بجویم و بتونیم بفهمیم و تیکه تیکه تمرین بکنیم. این به من خیلی کمک کرد. یواش یواش واقعا از پله به پله با ما شروع کردم و چقدر صبر و حوصله به خرج دادن و یکی یکی اومدیم بالا، بعد خوندن اونو تصحیح کردن. یعنی یه آهنگی که اگه جلوی من میذاشتن و من گم میشدم توش، حتی تو خوندن نوتهاش، تیکه تیکه برای من، برای ما هممون تحلیل میکرد. تحلیل ضرب ها رو خیلی زیبا به ما یاد داد که چجوری موسیقی دو ضربی رو بشناسیم، موسیقی سه ضربی رو بشناسیم و خودمون تحلیل کنیم. یعنی فقط به ما ماهی رو نمیداد، ماهیگیری رو هم به ما یاد میداد. برای من
واقعا سولفج رو خیلی خوب با ما کار کردن، چون من حالا سولفج بلد نم تا حدی، ولی واقعا کاری که ایشون کردن یه آموزش فوق‌العاده عالی بود. برای منی که از بیسیک از سطح لول پایین شروع کردم خیلی کمک کرد، باعث شد از دورمی فاسولاسی ایشون شروع میکنن به آموزش تا سطح سولفج و اینکه شما بتونید وارد گروه کور بهار بشین و پیشرفت کنید. من اول فکر میکردم که یک کلاس کور بدون سیستماتیکه، یعنی همینطوری بدون نوت. اول خیلی بهش باور نداشتم، چون تجربه کار توی گروه کور رو داشتم، فکر میکردم اصلا امکان پذیر نیست که حالا یه دوره آنلاین چطور ممکنه که تمرین بشه و کار بشه. انتظار نداشتم که وقتی تو کلاسای بهار شرکت میکنم اینقدر چیزای جدید یاد بگیرم، اینقدر تکنیکایی یاد بگیرم که بهتر بتونم سولفژم بهتر بشه و حتی صدام، قدرت صدام بهتر بشه. ما تمرین داشتیم با رفرنسامون، یکی از آهنگ ها رو باید به شکل آنلاین اجرا میکردیم، تکی اجرا میکردیم و بعد تحویل میدادیم عقرب زلف کجت، که خیلی منو دوباره موتیویرد کرد، یعنی خیلی من انگیزه پیدا کردم که ادامه بدم. نحوه آموزش آنلاین با نحوه آموزش حضوری خیلی متفاوته. یک چیزی که من خیلی دوست داشتم تو کلاس‌های آنلاین، شاید من هیچ وقت کلاس حضوری نبودم و هیچ وقت آواز کار نکردم، اینکه آرش تک تک ما رو با همون کار میکرد، رو سولفژمون کار میکرد و این خیلی خوب بود. مثلا فقط توی گروه نخوندیم، تک تک ما خوندیم، تک تک ایراداتمون گرفته شد و یک جوری اعتماد به نفس پیدا کردیم برای اینکه بتونیم بخونیم و این خیلی مهم بود. البته توی آنلاین دیگه نمیشد همه با هم بخونیم، تک تک میخوندیم، تک تک رو کار میکرد، بعد خصوصا این اواخر با هم کار میکردیم، منتها بعدا سپرانوها سوا، نمیم التو سوا، مزو سوا، اینا با هم میرفتیم تمرین میکردیم. همین تک به تک کار کردن و اینکه دقیق آرش متوجه میشد روی چه چیزهایی رو ما ضعف داریم و این خیلی راحت تر به ما کمک میکرد رو نقطه ضعف خودمون کار بکنیم و اونو اصلاح بکنیم و به هیچ وجه نتوانی رو معیار قرار نمیده. آرش همیشه به من اعتماد به نفس میداد و همین باعث شد که، یعنی طرز تدریس ایشون باعث شد که من ول نکنم. تشویقمون کردن، هیچ وقت هرچی که ما اومدیم که جا بزنیم و نیاییم و ادامه ندیم، هی گفتن نترسین، من اعتماد دارم بهتون. باور کنم که اون چیزی رو که غیر ممکن میدونستم توی زندگی به وجود بیاد و به مثاق این که آدم در زندگیش باید کاری بکنه، کارهایی بکنه که همیشه تصور میکنه نمیتونه این کارها رو بکنه. من هم میتونم انجام بدم و انقدر ادامه میدن و گروه های تمرین مختلف برگزار میشه تا گروه به یه لول مشخصی برسه، یعنی چون کسی که قبل کار کرده چه کسی که تازه با موسیقی آشنا میشه میتونن در کنار هم بخونن و کار قابل قبولی رو ارائه بدن. آدمایی که هم موزیک خوندن میتونن نوت بخونن، اونا رو هی واکمزم. ولی اگه آدم های باشن که خیلی با موزیک آشنایی نداشته باشن، ممکنه این آدم ها ناامید باشن، ولی نه، آقای فولادون اینا رو he welcomes them, you know, he really welcomes everybody, and I think that's powerful, because I never thought that I would sing with my mother in a choir. No offense, mom. نه مامانم که میدونه ما میخونی، ولی مامانم نمیتونسته بخونه، واقعا ممکنه سه نوت میتونسته بخونه. نه یه دونه هم به زور، نه سالها قبل، یعنی رو فالش بود همیشه، you know. ولی بعد گفت من میخوام این کارو بکنم، من عاشق این کارم. گفتم مطمئنی مامان؟ گفت نه. بعد میبینم با این که آرش فولادوند گفت نه شما میتونی رو خودت کار کنی، مامانم امید داشت، you know, she was hopeful and she really worked on it. ما میتونیم این کار را انجام بدیم و انجام میدیم و من از این خیلی خیلی خوشبختم. انقدر کلاس جذاب بود که ما 2-3 ساعت میتونستیم بشینیم پای مانیتور و این آموزش رو انجام بدیم و با هم، یعنی میکروفون بسته بود ولی خب ما با همه میخوندیم و خیلی لذت بخش بود. در آموزش ما آنلاین بوده، نکات مثبت میتونم بگم خیلی داشته، در زمان و هزینه رفت و آمد خیلی صرفه‌جویی شده از نظر کلاس کامپر مقایسه به کلاس های حضوری. کلاس ها تو محیط خیلی خوبه، چون شما تو خونه خودت هستی و از راه دور هر جایی میتونی این ارتباط رو برقرار بکنی اگر یه کانکشن خوب داشته باشی، و این کمک کرد نه فقط به خاطر موسیقی، یادگیری موسیقی با یک پدیده هم نوایی
و در ضمن همدلی آشنا بشیم از طریق سیستم اینترنتی و آنلاین، یادگیری آنلاین. شاید کسی فکر کنه چون آنلاین بود نمیشه راحت کار کرد، ولی اتفاقا خیلی خوب هر کسی میتونست خیلی راحت با استاد ارتباط برقرار کنه و ایشون همه اشکالای ما رو میگرفتن. صدامون حالا شاید درست مثل حضور داشته باشی اونطور صدا به گوش نرسه، ولی واقعا خیلی کمک کننده بود. یک موقعیت استثنایی برای هم نسلای من که خیلی موقعیت نداشتیم به خاطر شرایط خروج از ایران، این موقعیت پیدا شد که بتونیم با موسیقی آشنایی پیدا کنیم و مهمتر از همه موسیقی وطنم رو زنده نگه داریم و اشاعه بدیم. و هیچ وقت فکر نمی کردم که به اینجا برسم. هیچ وقت اصلا فکر نمی کردم که در نهایت کنسرتی وجود داشته باشه. واقعا آخرش فکر نمی کردم که تهش به اینجا برسم. فقط برای یادگیری مبانی موسیقی اومده بودم. واقعا باورم نمیشد که اتفاق بیفته و اصلا به نظرم یه معجزه اینی که الان ما اینجا هستیم و داریم میخونیم. واقعا فکر نمیکردم که بتونم الان با گروه کور بخونم و بسیار تجربه جالبیه در کنار عزیزان، به خصوص این که تونستم با مادرم روی سن بیام و اینو با هم تجربه کنیم. واقعا یکی از ارزنده ترین تجربه های زندگیمه. من باورم نمیشد که بعد از این مدت کوتاه بتونم بیام توی کور و بخونم. خیلی برام جالبه که این گروه کور فقط اینطور نیست که ما بیایم یه سری قطعات رو بخونیم از حفظ. اول از همه و مهمتر از همه روی نوت‌خوانی و سولفژ تاکید میشه و بعد پله پله روی هم تیکه ها قرار میگیره و آواز و ترانه ها شکل میگیره. فقط میخواستم که با آواز خوندن، تکنیک آواز خوندن آشنا بشم و الان بعد از فوده فکر میکنم یه سال و نیم من در پاریس هستم خدمت آقای فولادمن. از وقتی که اومدیم اینجا، اینجوری که گروه های مختلف با هم دارن تمرین میکنن و میخونن، فکر میکنم که خیلی خیلی خوب بوده. از وقتی هم که اومدیم اینجا و حضوری، نه تنها حضوری ولی برای آمادگی برای کنسرت با ارکستر میای میذاریم، اصلا یک ابهت خاصی داره. یعنی من جعت که ببینم اونجا فکر میکنم ما تو روز برنامه این موهای تنمون مدام سیخ خواهد بود. انرژیمون خیلی مثبته، ولی برای خیلیامون اولین اجرا هست، یک مقداری استرس وجود داره. امیدواریم که ناامید نکنیم رهبر گروه رو. همجور که از صدا من پیداست اینقدر تمرین کردیم دیگه صدا در نمیاد. خیلی پیشرفت کردم و خیلی خوشحالم که بعد یک سال تونستم به جایی برسم که وارد یک کنسرت بشم و بتونم با دوستان و گروه آواز بخونم. من گریم میگیره از این همه مهر، از این همه همبستگی، از این همه عشق و از این همه تعهد به موسیقی ایرانی، به فرهنگ ایرانی و به تاریخمون. به هر حال من از صمیم قلبم و با تمام جان و روحم از آقای فولادمن و همه بچه‌هایی که همکاری می‌کنند با این کنسرت تشکر می‌کنم.